فرمایشین است قربان. ای آقای هتل بگی اینم منم بخور تا چاق. مرسی. این اتاق مامانته؟ اونم اتاق تو. ماشالله خان. جنه ماشالله. نمیای اتاق منو ببینی؟ جنه نمیام خوبم. بهرام. بله مادر. ما رو تنها بذار پسرم. من باید با پدرت حرف بزنم. بسیار خوب. بریم. پسرت از من متنفره بهرام. برای چی؟ به خاطر تو. عجیبه. با وجود اینکه حتی یه دفعه تو رو ندیده بود، اما روز به روز محبت و علاقش نسبت به تو بیشتر میشد. از روزی که خودشو شناخت فقط پدرشو میپرستید. هر موقع علت جداییمونو سوال میکرد من سکوت میکردم، اما اون بیشتر کنجکاو میشد و به عمق مسئله فرو میرفت. ناچار همه گناه ها رو به گردن خودم میگرفتم و اون نسبت به من نفرت پیدا میکرد. وقتی نامت به دستم رسید از من خواست تا هرچی زودتر بیارمش پیش تو. حالا اونو به دست تو میسپرم. اطمینان دارم بیشتر از من بهش مهربونی میکنی. اگه یادت باشه حتی در سختترین روزای زندگیمون من به تو اعتماد داشتم و موفقیت تو رو آرزو میکردم و حالا خوشحالم که میبینم به آرزون رسیدم. متشکرم مریم. تو این چند سال چیکار کردی؟ هنوزم تنها زندگی میکنی؟ آره. آخه با بودن تو چطور میتونستم؟ اما من قانونن دیگه زن تو نیستم. چطور؟ بعد از رفتن تو از شهرمون عموم از دادگاه طلاقمو گرفت. پس آره اون قصدش منو به کسی دیگه ای شوهر بده، اما اجل مهلتش نداد. حالا تصمیمه چی؟ میخوای تنها زندگی کنی؟ آره تقریبا به تنهایی عادت کردم. چی شده پدر؟ مادرم نراحتت کرده؟ نه پسرم، داشتیم راجع به خاطرات گذشتم صحبت میکردیم. تهرونو نشونم نمیدی؟ چرا پسرم، چرا؟ معذرت میخوام. با اجازه مادر. خلاص مام.